از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا خدا می آید، هر سو نگری گشوده باب برکات بر خاتم انبیا محمد صلوات. تقدیر و تشکر و سپاس فراوان از یکایی که اعضای محترم گروه تباشی خانی و همخانی بیان با دل اهل بلان مجده نبخشید هنوز ایدیم را بده و در گذر از آن امروز
حلول ماه حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد روزدار مقصدش من بودم
روزه سطحی در نام بود که یکی ما راه دل توی کردیم در روزه این باید به خدا رسیده باشیم باید بسار برای شما حاصل شده باشه باید منتصف به صفات جمالیه و جلالیه خدا شده باشیم باید رنگ خدا گرفته باشیم اما انا عظیمه هم همون لطافت رو داره که خدای متعال اونچنان به درجه قرب شما رو رسونده در ردیف شهدا قرار گرفتید در ردیف مقربین که پیامبر اعظم و ائمه اطهارن بین خدا و مقربین واسطه ای نیست و قربنا و نجیا به مقام نجوا رسیده هم روزدار با روزه با اخلاص با خودسازی با قطع تعلقات با مهربانی به بندگان خدا با عشق به مؤمنین با بیرون کردن کینه از دل با تبدیل شر به خیر مطلق حالا به جایی رسیدی که جلیس خدا شدی خدا هم میگه من خودم پاداش میدم همون گونه که شهید رو فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم کسی که پیش خداست بین او و خدا فاصله واسطه وجود نداره خدا خودش از شهید پذیرایی میکنه و فوق بهش بهش میده اونم تغذیهش از صفات جمالیه پروردگار متعال و اسماء و صفات حسنای حضرت حق جمل و علاست در سوره مبارکه اعلا فرمود قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا این زکات را به معنی مختلف مطرح کردن بعضی رو گفتن قد افلح من تزکا خداوند متعال تشویق میکنند روزداران روز عید فطر زکات فطره بدن یک ما ارتباط با خدا داشتیم و هرقدر ارتباط انسان با خدا شدیدتر بشود ارتباط با خلق خدا توسعه پیدا میکنه نمیشه کسی خدا رو دوست داشته باشه ولی به بندگان خدا توجه نکنه گره باز نکنه ایثار نداشته باشه مواسات نداشته باشه این است که روز عید فطر نشانه قبولی روز ی آدم توجه به فقراست توجه به مستمندان است و معنی دوم اعم از زکات فطره گرفتن گفتن که صدقه مالی زکات یک واژه است که شامل همه نوع عبادت مالی می شود و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم و نکته سوم تزکیه است قد افلح من تزکا یعنی اگر کسی در این ماه مبارک توانست اعتقادات خودش رو از شائبه ها و از آلودگی ها و انحرافات پاک کنن اعتقاداتش رو زلال کنن اخلاق رذیله را از خودش دور کنه وجود خودش را از بخل و حسد و تکبر و حرص پاک کنن و اعمال خودش رو جوارح خودش رو رفتار خودش رو از گناهان با توبه و روزه و حسنات پاک کنن این به پلاق میرسه رستگار میشه و لم یکن له کفوا احد صدق الله محمد
صل على محمد سيد الرسل وعلى علي سيد المسيين وعلى فاطمة الزكية سيدة نساء العالمين وعلى سبط الرحمن سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر مسلمان ها زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند به این وجدان بشریت را آزرده می کنند و به مدعیان حقوق بشر نهیم می دهند که این رسواهای مدعی دفاع از حقوق بشر برای اوکراین اونجور سر و صدا می کنید و عملا هم رسوایی و رسوایی هاتون می افزایید اوکراینی هایی که سیاه‌پوست بودن از قطار پیاده می کنید تبعیض نژادی رو دارید برای چندمین بار تثبیت می کنید که شما نژاد پرستید از حقوق بشر هیچ بویی نبوده در مسئله افغانستان، یمن و مظلومین عالم همچنان سکوت میکنید و سر و صدایی ندارید. ما از هیئت حاکمه افغانستان به جد میخواهیم امنیت را برای آحاد ملت مظلوم افغانستان تأمین کنند هرچه زودتر این شبکه های تروریستی بیرحم را شناسایی و به مجازات برسونند و مردم افغانستان را به یک اعتماد و آرامش برسانند. این اولین حقی است که ملت ها نسبت به حکومت ها دارند و باید در این جهت مسامحه نشود. نکته دیگر در مسئله در این روزها دو مناسبت در ایران داشتیم، یکی روز کارگر بود و دیگر روز معلم. کارگر در اسلام جایگاه خاصی دارد تا اونجا که رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دست سعد انصاری رو وقتی ما عنوان مصافحه در دست خودش گرفت و دید دست زبری دارد فرما چرا دستت اینقدر سخت زبره؟ عرض کرد بیگ میزنم، کار میکنم. حضرت دست رو اون رو بوسید قریب بخار رحمت بگردان و السلام علیکم. عرض تبریک و شادباش مجدد به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و مجلس سال خطبه روز گرفتن و تاگر و خداوند را بر ملتی که بر آنها محاورت ستایش بزرگی یاد کنند. میخواست بهانه که پرنور شوید از هرچه بدی و غیر او دور شوید. یک ماه پر از فرصت برگشتن داد، یک عید فرستاد که مدفوع شوید. یک ماه صدا کرد که زیبا باشید در هر سحر و شبید چون ملا باشید. ماه رمضان ماه مهارت ورزی است، باشد که همیشه مثل حالا باشید. یک ماه بهشت بر زمین حاکم شد، یک ماه ز حسیان دلمان نادم شد. یا